استقلال ایران نماینده فوتبالمون در قاره کهن در سال 1990 جام قهرمانی رو مال خود میکنه. شاهین بیانی کاپیتان استقلال میره تا این جام رو در اختیار بگیره، جام قهرمانی باشگاه های آسیا در سال 1990. سال روز ستاره دوم، هفتم مرداد، وقتی که لوگوی استقلال با شکوه در شد. ما اون سال تیم خیلی خاصی بودیم، یعنی تیم خیلی خوب و هماهنگی بودیم. ما هم نزدیک بودیم. شما وقتی یه جا به فرض امیر قرنویی باشه، مجید نامجو باشه، شاهرخ بیانی باشه، خودمون هر کدومشون با یک خصوصیات اخلاقی یا چنگیز باشه یا مختاری فر باشه، بازیکنهای بزرگ، خب نزدیک کردن اینا به همدیگه به لحاظ اخلاقی و لحاظ فنی خیلی سخته که آقای پوریدری، مرحوم پوریدری، اینو به خوبی انجام داد. ما فرشاد فلاحزاده و رضا اسدزاده آدم خوار بودن، اصلا به کسی امون نمیدادن، به مهاجمی امون نمیدادن، همچه تو ایرانش چه توی همون بنگلادش. اونجا همه ما دوست داشتیم که این ستاره دوم رو به دست بیاریم و با تمام وجود بازی میکردیم، با توجه به شرایطی که بنگلادش داشت، شرایط آب و هواییش. 15 روز 20 روز ما اونجا بودیم، همش توی گلوشل بازی میکردیم، یعنی بارندگی شدید، هیچ وقت این بارندگی هم قطع نمیشد. ما بهترین تیم بودیم اونجا، اصلا بدون هیچ صحبت ما اونجا بهترین بودیم. ولی اونجا عباس سرخاب خوب بود، عباس سرخاب دقیقاً به عنوان ارزش منترین بازیکن تورنمنت شما آقای چنگیزم که آقای گلای مسابقات شدید. بله اونجا من 4 تا گل زدم. آقای آوزاده مثلا گلر شد. آوزاده بله، آوزاده که اصلا توی دروازه ما یه قوت قلبی بود. رضا اسدزاده بله، رضا اسدزاده گل اول زد، گل دوم من زدم. دیوار دفاعی رو تشکیل میدم. حال ارسال یک توپ، یه موقعیت، یک ضربه سر و توی دروازه. حسنزاده مدافع پیشتاخته استقلال. هنره مربی، هنر مربی بود که تونست همه ما رو با هم مچ کنه، نزدیک کنه و بتونیم قهرمان بشه. یعنی اسم این ستاره رو میشه گذاشت منصور پوریدری؟ خیلی تاثیرگذار بود، واقعا جاش خالیه. سرمربی استقلال رویایی حالا پیش ما نیست، اما هنوز زنده است، منصور خان، خالق آخرین شب شکوهمند استقلال تو آسیا. بعد کردن مردم اصلا انتظار یانسو کنیو نداشتیم. در حال وظیفه ما بود، کاری که من نکردم، هرچی بود بچه ها بودن زحمت کشیدن، چیزی که باید میرفتیم و میگرفتیم میآوردیم ایران و تقدیم مردم میکردیم، کار بزرگی نبود، وظیفه بود. بعد اومدی تهران یه استقبال خیلی خوبی شده بود، چون الان تصاویر فرودگاه ما داریم، کلی مردم اومده بودن استقبال تیم استقلال قهرمان آسیا. خیلی شلوغ بود، یعنی اصلا ما نمی‌دونستیم از کدوم در بیایم بیرون. و اون موقع هم فرودگاهمون طوری بود که مثل الان نبود. بالاخره یه بله از یه جایی مخصوص بیرون و این چیزا، نه دیگه آخرش هم همینجوری اومدیم بیرون و هر کسی یه طرف رفت و رفت رو دست و داره دیگه، نمیدونیم کی ما رو بغل میکنه، کی ما رو بغل میکنه، همینجور اومدیم بیرون دیگه. این شرایط موقع اینجوری بود و اصلا شرایط بود طوری بود که ما توی بنگلادش هم مشکل داشتیم برای اومدن، یعنی این نبود که ما براحتی بیاییم ایران. اولا هتل نمیذاشتن بیاییم بیرون، پولشو نهده بودی؟ پولشو تویه، من نمیدونم اون مسئله چجوری بود، با باشگاه بود، با چون همه تیما یه جا جمع شدن، اضافه خرش کرده بودیم، اضافه خرش کرده بودیم تا یه اندازهش با تیم با بنگلادش بود. اون اضافه شو ما باید میدادیم، بعد پولی تو جیب مدیرای ما نبودن، سرپرست ما نبود. خلاصه ما که میخواستیم یه خارج بشیم، یه پلیس و یه اتوبوسمون رو نگه داشته بودن، نمیذاشتم بیاریم بیرون با یه پلیس، بودن باید دست یه کنید بردارید. خلاصه همه بچه ها جمع کردن، نفری 10 دلار 20 دلار 30 دلار جشت. پول هتل دادید؟ پول هتل دادیم، از اینجا خلاص شدیم، راحت شدیم، یه نفسی کشیدیم. حالا خیلی خوشحالم از اینکه سربلند به مملکت عزیز برگشتیم و این تبریک کنیم. سپاسگزارم از شما. خب همش که هزینه کردید، هیچی پاداش ماداش نگرفتید؟ دادش پاداشمون که توی تهران بود که
فکر کنم یه سکه به ما دادن، بعدش هم گفتن که آقای غرضی هم یکی یه خط تلفن مقابلتون بده، یه خط خونه، یعنی خط اینا که برای خونه وصل میکردن دیگه، تلفن ثابت. ثابت داره دیگه، یه موقع دیگه گوشی همراه این چیزا نبود، یکی یه تلفن بهمون دادن، یه خط تلفن، هم یه سال دنبالش رفتیم تا این خط تلفن به ما دادن. من گرفتم گذاشتم تو خونه خودم دیگه، اون موقع مستأجر بودم. شما شرایطتون خاص بود، تازه داماد بودین درسته؟ من بله، من قبل از اینکه بریم مردی سالار دره سه روز قبلش ازدواج کرده بودم، بعد دیگه بعد از جشن عروسیم دو روز بعدش همسرم رو گذاشتم و اومدم تهران، از تهران هم رفتم شمال اردو دیگه، از اون 20 روز بعدش 25 روز بعدش رفتی بنگلادش شد، یعنی محصلتون شد در واقع خودتون ترکی برده ترکی بنگلادش شد. یه زندگی فوتبالیه دیگه، دقیقا عادت کردن دیگه. بله دیگه، شما هم فکر کنم تو خونه هم میخواه بگی مثلا اینطوری میکنی بگی بچه تو یا اون نه اتفاقا من نه اتفاقا من تو خونه آروم هستم. خاطرات خاطرات هست. من یه روز رفتم پایین توی لابی، اومدم بالا دیدم عباس سرخاب هم اتاقیم بود، دست یه دونه از این آدمای توی جلوی هتل رو گرفته آورده بالا، دلش سوخته آورده بالا، انداختش توی همون، میش میگه بیا رو دوش بگیر. آقا عباس سرخاب به تو چه مربوطه این باید بیاد توی اتاق ما دوش بگیره؟ بهت الان بنگلادش بوده دیده که از این دیده که خیلی درب داغون بوده، آورده دستش گرفته توی حموم یا آورده دوش بگیر، خودش هم ایستاده بیرون. بعد که من اومدم اوفی چی نه گناه داره، آوردمش تو که دوش بگیره بیرون، اومدم بعد خودت میره اونجا رو میشوری. بعد خیلی ممنونم استاد، خوشحالم که یه چهره خیلی صمیمی و خندان و بشاش شما رو دیدیم، خیلی خیلی لذت بردیم.